بازارچه سنتی سبزوار معروف به بازارچه. یه قدمی پیش بزنیم. میگن کار برای این بازارچه ها بخاطر این بوده که قدیم حالا توی 200 سال پیش از این یا شاید هم بیشتر اتفاق احتماله شاید هم توی 1000 سال گذشته کار و مالای تجاری که به صورت از آن بزرگ به صورت سالبان شطور یا زنجیری از شطورهای وصل به هم می اومدن تو امکان تخلیه و بارگیری کالا از اینا اینجوری راحت تر بود. شاید نمیدونم شاید این درست بشه. حالا بیشتر شده جوای فروشی و لباس فروشی و به زمان اینجا صابون پزی هم داشت. نمیدونم هست از اینجا راه های به بیرون هم داره و حتی یک رستوران قدیمی هم اونجا بود کله پاچه میپخت یا امکان صبحانه داشت بکنیدن. اثری از قدیمی توش نمیبینیم دیگر تو معماری قدیمی جا امادا خرابی هایی که درست نشونده همیشه باید از اون طرف میگرفتم مثل این که خانونیم مثل سنتی بودن و قدیم بودن این بازه اینجا معلوم کنم این راه پله یک اینجا میری بیرون و این هم دالانی که باز میری به یک مجموعه قدیمی پشتی که معروف هست به کاروانسرا. سلام آقا. اونجا که خیابونه و خیابون اسرار اینجا همون بازارچه سبزوار بیشتر داریم اینجا طلا فروشی و لباس فروشی بیدیم ولی یک زمان اینجا مرکز عطاری هم بوده بود ولی از این مشاغل عطاری دیگران به جمع شدن این رفتن جایی دیگه. البته این بازار بخش شمالی هم داره یعنی از خیابون بیهق رد میشیم بیدیم اون طرف هم هست. خاطرات خیلی خوبی داریم از زمان کودکی همون اینجا اگه عمر باشه کم کم قسمت های دیگه شهر هم اینجا قرش رو بزنم تو ببینید. اینم راه های خروجی به خیابون بغلی است. اینجا هم به همین ترتیب یک راه خروجی شرقی به کاروانسرای بغلی است. این مجموعه خیلی بزرگتر از این چیزی که به نظر میرسه. بله درست اینا این آقای شریفی خودم بود. چطور آقای شریفی؟ خوبی شما؟
و این هم مغازه آقای بوهرتراشی و شریفی. خوبی شما؟ اجازه هست آقای چند تا فیلم از این مغازت بگیرم. ماشالله و شریفی نمونه های خیلی خوشگل سنگی هست. کجا گیر آوردی این آقای شریفی؟ خب خسته نباش آقای شریفی. خوش آمده. خوش آمده.